چت کنید ببینن، پیام بدید. خصوصیه یا باز چتشون؟ نه بذار باز باشه حال کنن. به چطوری لیلا؟ چه خبر؟ اینجا چی کار میکنی؟ نه گناه داره روز باشه، این لیلا خوبه. خوبی لیلا؟ حوصلت سر رفت داره؟ لیلا از خودشو به اسم لاله جا میزنه ولی اسمش لیلاست. خب حالا بچه هایی که نمیدونن آشنا بشن با ایشون. لیلا دانش آموز پارسال ماست. حدیث هم که هست، حدیث هم بچه های پارسالمونه. آره یا نه حدیث؟ درست میگم؟ هم میگه نه. بگو آره، حداقل جای همون نکنیم وسط. سلام سلام، خوبی؟ فکر کنم صدا دیلی داره یا چت اونا دیلی داره. نیست؟ حدیث نبودی؟ حدیث؟ یه حدیث داشتیم پارسال، حدیث حسینی داشتیم به جان خواهد. اوه اوه آرش هم اومد، یا اول فصل آرش هم اومد. چه خبر امروز؟ چه خبر امروز؟ بچه ها خبرهای خیلی خوبیه. این دوتا از روانی های کلاسای پارسال ما بودن. بعد روانی بودنش از کجا میشه فهمید؟ همین الان دوباره سر کلاسن. چرا بعد اینطوری باشه آخه؟ یعنی این دوتا واقعا اگر پارسال تو کلاسای ما نبودن، کلاس ما خیلی بهتر برگزار میشد 100%. ولی حالا متاسفانه الان اومدن دیگه. حالا از شو گذشته واقعا دوتا از دانش آموزای دوست داشتنی هم بود. بعد هیچی دیگه، بریم امروز داشته باشیم که ببینیم چه اتفاقی قرار خواهد افتاد. بچه امروز بیشتر ما قصد آشنایی با هم دیگه داریم، ولی من بدم میاد که توی روز آشنایی شما یه چیزی یاد نگیرید و برید فقط صرفا بابه یه آشنایی باشه. ما دوست داریم که با هم دیگه در حقیقت یه سری کار مثبت انجام بدیم که یکی از اون کارهای مثبت آشنایی باشه. حالا بچه های خودمون که میشناسن، معرفی شدیم پارسال با هم دیگه، کلی هم با هم دیگه بودیم و عشق و حال کردیم. برای بچه های امسالمون بهتون بگم که من امید فراهانی هم. داریم کسایی که از قبل منو بشناسن یا نه؟ یعنی بجز این دو سه تا روانی ها داریم یا نه کسایی که از قبل بوده باشن تو کلاسمون؟ شما؟ آره آره محسن، متاسفانه بودیم هم دیگه هم میشناسیم متاسفانه. من امید فراهانی هستم، مدرک تحصیلیم دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی هستش. از سال 1383 توی بحث کنکور دارم فعالیت میکنم، یعنی میشه چند سال؟ میشه 17 سال. چندین و چند دوره جزء اساتید برتر درس زیست بودم و کتابای متعدد توی برنامه‌های مختلف تلویزیونی، برنامه‌های مختلف رادیویی. دیگه بهتون بگم هر جایی که کنکور توش بوده ما به هر حال اونجا یه وجود خارجی داشتیم. حالا داستان از این قرار شد که من یه مدت زمانی رو وسط تدریسم رفتم تحصیلات عالی تر از عالی رو توی دانشگاه واترلو گذروندم و پستاک ایجنت های باکتریایی توی تشخیص و درمان بیماری سرطان سینه و سرویکس گرفتم که الان زیاد برای ما اهمیت نداره. 7-8 تا مقاله بین المللی دارم توی زمینه پزشکی و ژنتیک و میکروب شناسی و 3 جلد کتاب به زبان انگلیسی دارم که توی سایت آمازون الان داره به فروش میرسه. و از اونا مهمتر برای شما اینه که قراره واسه شما چی کار کنن. اگر نه بحث آکادمیکیه طرفه، اون دیگه بچه های دانشگاه مختلف برمیگرده. ولی که اون چیزی که الان اهمیت داره قربونتون بشم اینه که واسه شما میخوام چی کار کنم. حالا کی بودم و چی بودم زیاد شاید برای شما اهمیت نداشته باشه. ببینید بچه پارسالون الان سر کلاس هستن، خدا وکیلی. ببین باور کن اصلا هیچی. شقایق یه دونه باید برو برگرد کنی به خاطر اینکه صدا و تصویر اون هست. الان اگه تو مشکل داری تو یه برو برگردی انجام بده. آره دیگه دقیقا. آقا اگر ما میتونستیم مثل شما خودمون معرف کنیم تا حالا به جای رسول. ببین یه چیزی اینو به من بگو، خدا وکیلی دانش آموزای پارسال خودم، خدایش من نمیدونستم اینا اصلا قرار بیان سر کلاس الان بشینن. آقا خدا وکیلی
توی 4 تا درس اختصاصیتون پارسال راحت تر از همه درساتون توی کنکورتون چه درسی رو زدید؟ خداییش راستشو بگید. یعنی اگه مثلا ریاضی رو زدید بگو ریاضی رو زدم. خداییش راستشو بگو. خداییش. بیا لیلا زیز، آرش بگو. ببین دروغ نگیدا. اگه مثلا فیزیک راحت تر بگو فیزیک زدم. بعد اون وقت من دادم واسه اگه اونطوری باشه سرتون میبرم. نیست آرش ها؟ بیا لیلا سر کلاس. ببینید بچه‌ها من کاری که انجام میدم توی کلاسام، آره ریاضی کلا هیچ کی حرفی نداره، خود استادش هم حرفی نداره. کاری که تو کلاسای من انجام میشه از سال 83 به این بر، حالا من بگیرم تقریبا از سال 85 شو تو بگو که دیگه به طور حرفه‌ای بحث کنکور رو شروع کردم. معمولا دانش آموزام توی کنکور زیستشون خیلی راحت، یعنی بازی بازی بچه‌ها میدونن من 3 تا سبک کار میکنم، یکی خاک بازی، یکی تیله بازی، یکی خاله بازی. تستا رو ریخته میکنیم اینو جلو. ببین درس رو راحت توی کنکور میزنن. این مهمترین کاریه که میشه انجام داد. من نمیگم همه دانش آموزای من توی کنکور میزنن 100%، امکان نداره. تو مثلا 500 تا 1000 تا دانش آموز داشته باشی توی هر سال، مثلا هر 1000 نفر 100 بزنن تو کنکور. هر کی چه ادعایی داره یقینا داره دروغ میگه، یقینا. نمیگم همه دانش آموزای من تو کنکور 100 میزنن، دروغی بیش نیست. اما مثلا اگر یه دانش آموزی 10% بوده درصدش، این دانش آموزه میاد از 10% مثلا میرسه به 50%. مثلا یه دانش آموزی اگر میزده 20% میاد میرسه مثلا به 60%. 30% میشه 70%. اون چیزی که اهمیت داره، اون چیزی که مهمه اینه که از کجا یارو به کجا برسه، نه اینکه طرف 100 بزنه. این اهمیت نداره. طرف میزده 0%، الان داره تو کنکورش مثلا میزنه 40%. 40 شاید در برابر 100 عدد کوچیکیه، ولی اون دانش آموزه از 0 اومده رسه به 40%. حالا چطوری میشه این اتفاق میفته؟ یعنی هر کی توی هر جایگاهی که هست نسبت به جایگاه خودش خیلی پیشرفت میکنه. من همیشه یه جمله دارم، میگم من امید فراهانی 100% کنکور رو درس میدم. یعنی من دانش آموزم رو برای 100 کنکور آماده میکنم. اما اون دانش آموز تو کنکور چند میزنه، خیلی وقایع مختلفی باید واسش اتفاق افتاده باشه تا بتونه بالاترین درصدش رو بگیره. این وقایع مختلف چیه؟ آقا 1 توی خونش خیلی تست داده باشه، 2 درصد رو درست خونده باشه، 3 از هر چی مهمتر، تازه بخوام بگم بگم 1 طبق برنامه‌ای که من بهش میدم توی درس زیستش باید بیاد جلو. یعنی ما با هم دیگه 100 زیستو میریم، ها 100 زیستو میریم، ولی چند تاشو تو از اون 100 بگیری دیگه برمیگرده به اون حجم کاری که باید انجام بدی. پس من خلاصه حرفم اینه که بدون اینکه بخوام بیشتر از این از خودم تعریف کنم و بگم آقا این ریختیه، تو عمل میخوام بهت ثابت کنم که چه اتفاقی میفته. پس برنامه ما چی شد بچه‌ها؟ ما میایم طبق اون چیزی که شما هستید. این حرف من خیلی مهمه ها. وقتی من میگم اون کسی که 0 مثلا میشه 50%، مثلا اونی که 70% میشه 90%، معنی حرفم میدونی چیه؟ معنی حرف من اینه که چه دانش آموز ضعیف چه دانش آموز قوی، سر کلاس من چی میشه؟ پیشرفت میکنه. یعنی چون دانش آموزی که ضعیفه 0، چونی که قویه 70، 100% تو این کلاس پیشرفت خواهد کرد. 100% این تضمین شده است. من به جرأت کلمه تضمین رو به کار میبرم. خیلی مسئولیت داره ها، این کلمه خیلی مسئولیت داره، کلمه تضمین. ولی من اینو تضمین میکنم تو جایگاهی که هستی نسبت به اون چندین پله میری بالا. اگر ضعیفی میشی متوسط رو به بالا، اگر قوی میشی فوق العاده. بازدمانت بازگشت وقت دقیقا این کارم وسط انجام میدیم یاسین، چون من مطمئنم که نتیجه میگیرید، مطمئنم که نتیجه میگیرید. الان دوتا دانش آموزای پارسال اون سر کلاس هستن. نمیگم الان این دوتا 100 زدن تو کنکورشون. آرش هستی سر کلاس یا نه؟ آرش خدایش تو سال قبل کنکور چند درصد زده بودی؟ سال قبلیه؟ سال قبلش کنکور رو چند زده بودی؟ اینا دیر اومدن دیگه، اینا دیر اومدن سر کلاسون. آرش جز کسایی بود که خیلی ضعیف زده بود. امسال تو کنکورت راحت تر بودی یا نه آرش نسبت به کنکور قبلیت؟ راستشو بگو. اگر اینطوری بود، خب
اگر این توی نبود بگو نه آقا اینجوری نبوده، دروغ نگو، به بچه‌ها دروغ تحویل نده، اینا دیگه تو حقته. اون ریاضی که چی؟ ریاضی رو ولش کن، درس زیستت، درس زیستت واسه من مهمه. حالا میگم آقا اوکی این حرفا رو زدی، حالا شیوه تدریس چطوریه؟ امروز ما با هم دیگه کار داریم، امروز خیلی با هم دیگه کار داریم. من اول بیام شیوه تدریسمو به شما بگم، شیوه تدریس. لیلا و آرش امسال یه تغییراتی نسبت به پارسال هم کردیم ما. من یه تغییر ایجاد کردم توی کارم. بچه ها خوب توجه کنید، این مهمه. شاید حتی گذشته چی بوده رو کسی کاری نداره، از الان به بعد میخواد چی باشه دیگه. الان مثلا من به شما بگم آقا من در گذشته مثلا شخصی بودم چارشانه با موهای فلان، کسی کاری نداره من گذشته دیگه. آقا الان اینه دیگه، خدا وکیل اون عکسمو بری تو اینترنت ببینی، یه آدم پوکر فیس با یه ریش پرفسوری، هر کی نگاه کنه ولش کنه کلا. حالا یاسین ولش کن، یاسین ولش کن، اینجا رو گوش کن. بودم مهم نیست. مثل استقلال هست که مثلا میگه بودم من نمیدونم دو دوره قهرمان آسیا بودم. آقا بودش الان چیه؟ گذشته رو ول کن، الان رو بچسب. الان قراره من واسه شماها چه کاری انجام بدم؟ خوب به من توجه کن واسه توضیح بدم. آرش و لیلا یه مقدار تغییر نسبت به کلاس شما هم ایجاد شده، واسه امسال یه سری تغییراتی داریم که به طرز عجیب و غریبی اتفاق مثبت‌تری رو ایجاد میکنه. همه حواس هم باشه بچه ها، شیوه تدریس من به چه شکله؟ اولا ما کنکور رو میایم دسته‌بندی میکنیم، یعنی کار کنکور باید دسته‌بندی بشه. دو کار مختلف بایستی انجام بشه، یکی از دو کار میشه مفاهیم، کار دوم میشه تست. مفاهیم و تست. مفاهیم یعنی چی؟ مفاهیم یعنی این که من میام سر کلاس درسم یک تدریس یه فصلی رو انجام میدم با یه سری مثالای مشخص که اون درس رو راحتش میکنه، یعنی دانش آموزی که حتی هیچی بلد نباشه یا دانش آموزی که خیلی چیزا رو بلده، هر دوتا بایستی چی بشه؟ باید به صورت با حواس جمع 100% سر کلاس حاضر باشن، کار تدریس باید واسه شون انجام بشه. شماره دو، توی مفاهیم من یه سری نکته بهتون میگم و بعد از اون میریم به سراغ حل تستامون. توی تستا هم دوباره من یه سری نکته میگم، میگه آقا شما الان تو مفاهیم گفتی نکته، تو تستم نوشتی نکته. میگم آها، همین امروز میبینید که یه سری نکته ها هستن بدون اینکه تست حل بشه اون نکته ها بیفایدن. مثلا من میام به شما میگم آقا نکته اینه که هرگاه در تستی طراح مثلا به موج پی اشاره کرد، اینو بلد باش. ولی یهو طراح سوال میاد با یه سری جنگولک بازی خاص یه سری حرکات میزنه که اون حرکاتو ما فقط توی تستا میتونیم ببینیمش و حالا اونجا یه سری نکته جدیدی اضافه میشه به این مثلا پیه که میشه نکته های تستامون. و شماره دوش میشه رفع اشکال تستا. رفع اشکال تست یعنی شما توی خونتون تست میزنید یکی قد شد ما هستیم بچه ما الان هستم دیگه، اوکی دیگه، تصویر صدا همه چی هست دیگه تو اوکی. حالا ببینید بچه ها، ما یه سری رفع اشکال داریم. رفع اشکال به چه معنایه؟ به این معناست که شماها توی خونه شروع کردید تست کار کردید، تستایی که بهتون میدم به عنوان تکلیف تو خونه زدید، اشکال دارید، میاد سر کلاس با هم دیگه برطرف میکن. یه ویژگی خیلی خاص که امسال به کلاسای من اضافه شده که تقریبا تو هیچ جای ایران وجود نداره، به جرئت بهتون میگم یه ویژگی که امسال به کارم اضافه شد، خود منم تا پارسال نداشتم. من اومدم یه پکیج اضافه رایگان در اختیار دانش آموزام قرار دادم، کاملا رایگان به این صورته. کلاسا به صورت دو جلسه‌ای دیگه، مگه نه؟ کلاسا در حالت عادی کلاسای زیست دو جلسه‌ایه. من اومدم چیکار کردم؟ امسال یه کار جالب انجام دادم. یعنی همین الان تو کلاس خود کلاس نت الان
کلاس استاد دیگه همون این ویژگی رو نداره، فقط الان توی این مجموعه کلاس خود من که این ریختیه. چی کار میکنیم؟ یه دو جلسه یه درس داریم، یه پکیج اضافه یه جلسه یه تست داریم. یعنی این علاوه بر کاریه که همیشه داره تو کلاسه دیگه انجام میشه. خیلی مهمه ها، میخوام بدونی که قراره چه اتفاقی بیفته. ما میایم علاوه بر اون دو جلسه، آقا مثلا میگیم 35 شد دو جلسه، مثلا 70 جلسه کلاس زیست میخواد برگزار بشه، ما اومدیم یه جلسه اضافه بر سازمان توی هر هفتمون اضافه کردیم. یعنی هلوش 100 جلسه میشه درس زیست شما که 30 جلسهش فقط و فقط تسته. به جرأت بهت میگم، به جرأت بهت میگم تو هیچ مجموعه چنین چیزی وجود نداره. بله 100% واسهتون کتابم میگم که چی کار کنید. پس یعنی شما این کار رفع اشکال تستتون، نکات تستتون، تمام اینا اصلا یه جلسه اضافه نسبت به هر آموزشگاه دیگه، نسبت به هر مجموعه دیگه توی کارتون هست که با هم دیگه کار میکنیم. اصلا ببین یه چیز عجیب و غریبی میشه این کار، یه چیز عجیب و غریبیه. آره از شما بیاد کلاس کاری نداره که، ثبت نام کن میاد واسه برای بچه های بعدی، خیلی خوب. اما توی شیوه تدریس که من به شما میگم مفاهیم داریم و نکات، این مفاهیم و نکات خودش دستبندی میشه. من یه سری کلید به شما میدم، کلید، این کلیدا به شدت حلال سوالا میشن. یعنی توی تست زنیمون من میام کلید در نظر میگیرم و با اون کلیدا، ببین مثلا اینجوری بهت بگم، شما توی کلوز تست توی ریدینگ زبانتون مگه میشینید تمام متن اون ریدینگ رو بخونید؟ این کارو که نمیکنید که. آرش راست میگه، کلید نیست انگار جواب سواله. راست میگه، یعنی قشنگ با همون کلیدا کل سوالا رو حل میکنی میره. اینا دیگه آرش بچهای کلاسمون بوده دیگه، بیا از پیش تعیین نشدن بود خدا وکیل اومدن اینا. ببین تو زبانت که نمیشینی مثلا 5 پاراگراف بخونی که، یه کار احمقانه است دیگه همچین چیزی. مثلا طراح سوال اومده 3 تا پاراگراف به تو داده، 5 تا سوال داره ازشون پرسه، تو بخوای از به بسم الله تا نون ولزالیم بخوای بخونی چی میشه؟ تایم درس زبانت 2 تا درس دیگه هم هدر میکنه. استاد زبان شما به شما یه سری کیورد میده، مگه نه؟ میگه آقا این کیوردا رو بلد باش، توی تستا، توی سوالا اول اسکن کن، اول اسکیم کن، بعد اسکن کن، یه سری کیورد داری، بعد از اون اسکیم و اسکن کردنه حالا برو سراغ جوابا، بزن تستاتو بره. این میشه دیگه بهترین روش تستنی درس زبان تو ریدینگ دیگه. میگه آقا چه ربطی به زبان داره؟ میگم ما یه سری کیورد هم داریم، یه سری کلید واژه هم داریم توی درس زیست. قرار نیستش که اگر توی تست 4 خط سوال به تو داده، خب خیلی احمقانه است آدم بیا 4 خط سوالو از به بسم الله تا نون ولزالی مثل همین در زبانه بشینه بخونه، خنده داره دیگه. خب من دارم میرم کلاس کنکور که از این داستانا آزاد بشم دیگه. بذار وسط یه مثال بزنم بهتر متوجه بشی. این حرفم با بچهای تراز بالاست، بچهای تراز بالا که فکر میکنن همه چی خوبه، خودم بشینم زیستو بخونم میرم تو کنکور میترکونم. برای بچهای تراز بالا اوکی، من نگاه، سوال 1 به تو میده 4 خط سواله، بعدش 4 تا گزینه داره. همین امروز واسه یه نمونه میزنم میبینیش، 4 خط سوال 4 تا گزینه داره. دانش آموز تراز بالا تو خونه اینو میزنه ها، راستم میگه، ولی تو چند دقیقه؟ تو 10 دقیقه میشینه این تستو میزنه. برادر من، خواهر من، عزیز دلم، قربونت بشم، نگاه کن اینجا رو. شما توی کنکور درس زیست 50 تا سوال دارید، 36 دقیقه زمان نیاز دارید. نیاز که ندارید، 36 دقیقه بهتون زمان میدن، یعنی 42.5 ثانیه به ازای هر تست. تو تست رو تو خونه زدی ها، مثلا کتاب فلان رو باز کردی تست رو زدی، واسه خود درصد هم گرفتی، یعنی ای ول من 80% مثلا زیست زدم تو خونه. بله 80% زیست زدی، 10 تا دونه سوال تو 4 ساعت، این به درد ننه بزرگ من هم نمیخوره. زدی، درست هم زدی، ولی اون اهمیت داره که توی کنکور شما توی 42.5 ثانیه صورت سوالو بخونید، گزینه جواب پیدا کنید، بعد بهتون برگه سیاه کنید اونو. 10 ثانیه فقط خود همون میخواد ازت تایم بگیره. نتیجهش اینه که چیکار کنیم؟ باید بچهای تراز بالا خوب گوش کنن ها. نتیجه اینه که من باید تایم تستنیمو درست کنم.
چطوری میتونم این کارو کنم؟ یه سری کیورد یاد میگیریم، یه سری کلید واژه یاد میگیریم. میگم آقا هر جای تست تو این کلیدو دیدی، این واژه رو دیدی، این شد، این شد، این شد، گزینه رو بزن بره و در کنارش مفهومم یاد میگیریم. این خیلی مهمه. مفهوم کنار کلید. من کاملا مخالف اینم که فقط و فقط کلیدی بریم جلو. مفهومو بعد یاد بگیری، کنارش هم 4 تا کلید بلد باشی که توی کنکور کمکت کنه. یه مثال واسهت بزنم، همین امروز استارت بزنیم اصلا درسمونو. سال دهم، من نمیگم، شما بگید سال دهم دو تا فصل سختشو شما بگید. من میخوام استارت بزنم ببینی که چقدرم آسون میشه واسهت. دو تا فصل سختشو شماها بگید. بیشترین چیزی که باشه رو من شروع میکنم درس میدم. قلب، 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 قلب. اوکی، همه قلبن دیگه، یعنی فصل 4. اوکی، بیا به انتخاب شما میریم سراغ فصل 4. یه سوال دیگه. الان اکثرا 4 رو گفتن، 2 نفرم 2 رو گفتن دیگه، قبول. بیشترینمون فصل 4 بودن. میخوام یه سوال دیگه بپرسم. توی فصل 4 سخت‌ترین جاش کجاست؟ شما بگید. توی فصل 4 سخت‌ترین جاش کجاست که نمیشه تست زد؟ نوار قلب، باری کلا، بگو. همه بگم ببینم که نوار قلب، نوار قلب، بگو بگو بگو. همه سخت‌ترین جا نوار قلب. الکتروکاردیوگرام دیگه، همه دارن میگن نوار قلب، مگه نه؟ بیا اینجا. پس الان اجماع بر این شد که فصل 4 نوار قلب از همه سخت‌تره، مگه نه؟ اینا دیگه همه نوشتن. من واسه چند تا تست آماده کردم، اتفاقا در رابطه با فصل 4 نوار قلبم هست. جالبیش این شد، نگاه کن اینجا رو. اینا بهت فرصت میدم. سوال 1، یکی گفت نوار قلب آسونه، دوست دارم، اتفاقا اون آدمو دوست دارم، اونی که گفت نوار قلب آسونه. تست 1 رو بزن توی کنکور. این تست 42.5 ثانیه تایم میخواد. 42.5 ثانیه. من میگم 42.5 ثانیه، نه، 2 دقیقه مال تو، 120 ثانیه. من هیچی نمیگم همه تست 1 رو بزنن. تو 120 ثانیه همه تست 1 رو بزنن. اونه که گفت آسونه رو عاشقشم، ها، بزن قرونت بشن، بزن ببینم چی کاره. یا من ساکت وای میستم شما تستشو بزنید. 120 ثانیه آقا تایم تمام، 2 دقیقه تموم شد. همه گزینه بگم ببینم کی چی زده. 2 دقیقه تایم دادم دیگه، 2 دقیقه بهتون تایم دادم. کسایی که گزینه میدن باید گزاره‌هاش هم مشخص کنن. مثلا بگن گزاره الف به جیم دال ه و کدومش درست بوده و به اون دلیل مثلا میشه گزینه 4، گزینه 3، گزینه 2، گزینه 1، حالا هر چی. هدا گزینه 3 دادی، گزاره‌هات هم بگو. کی بود گفت آسون نوار قلب؟ یه دقیقه بیارش. اونی چی گفتی آسونه؟ دستو بیار بالا، بارکلا. آرش تو گفتی آسونه؟ غلط کردی تو با اون وجود، با اون دست نداشتت بی خود کردی تو گفتی آسونه. من البته آسون شده چون استادت من بودم، شایدم اینطوری باشه. آقا آرش مشکل دستی داره، علاوه بر مشکل ذهنی مشکل دستی هم داره، این خیلی مهمه. یعنی خب مشکل ذهنی که خب طبیعیه، ولی ایشون مشکل دستی هم داره. اینجا دستش کلا مشکل داره،
آویزون شده بوده یه دوره بعد رفته. هدا رو نگاه کن، دونه دونه داره میزنه، ه و دال، دال ه و. آرش چی کار داری؟ استاد. آقا الان آرش بیاد رو خط، خدا وکیل اینجوری گفت استاد، سلام استاد، بیا آرش بیا رو خط استاد. به سینا هم اومد که چه خبر شد اینجا، وای 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 چه خبر شد اینجا. خوبی سینا؟ برای بچه های پارسال ریختن، خوبای پارسال اومدن. آرش هستی؟ استاد سلام، یه سلام علیکم، سوال بپرس. بفرست. خب من الان چیکار باید کنم؟ الان تو میفرستی من چیکار باید کنم؟ آها آها هست شده از کنکور شما این هست شده. یوکاریوت تک سلولی هن. شما فقط یه دونه یوکاریوت تکسلولی تو کنکور میخونید، اونم مخمره قارچا، اونم اونجایی که میگه پلازمید دارن و فلان و فلان و این حرفا. تنها چیزی که هست چی؟ آره میگم تنها چیزی که شما داشته باشید اون میتونه حالا بیاد، اگر یا روانی باشه تست بده اون میتونه بپرسه ازتون. هست واسه نظام قدیم هستن کلا. خب قربون تو سلامت بشی. بچه یه دقیقه بریم اینجا، برو دیگه چی کارمون داری؟ قربونه شیراز. ببینم حالا چی میشه، دعوتنامه بفرستید واسم ببینم چی میشه، ببینم ویزا بهم میدن، ببینم ویزا برام ویزا صادر میشه بیام یا نه. باش باش بریم بریم. آقا چند تا کلید و بحث الکتروکاردیوگرام، همه دیگه حواسا اینجا باشه، تمام حواسا به من. الکتروکاردیوگرام خودتون گفتید دیگه، گفتی سخت‌ترین جای فصل 4 و فصل 4 هم سخت‌ترین جای کتاب سال دوامتونه. توی کنکور واقعا هم همینه دیگه، الکتروکاردیوگرام جزء جای سخت کنکوره، این تستاش جزء سخت‌ترین تستای کنکوره. من واسه یه تست خیلی سختم گذاشتم که نیم ساعت فقط خوندن سوال کار داشت. شروع میکنم واسه تو الان توضیح میدم که آقا رفتید سر جلسه کنکور مواجه شدید با یه تست الکتروکاردیوگرام چیکار باید بکنید که از لحاظ تایم و از نظر درست زدن تست خیالتون راحت بشه. بریم ببینیم الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب یا ای سی جی یا ای کا جی، هر کدوم تو دوست داری بگو فرق نمیکنه، این ریختیه دیگه. مگه نه؟ پی کیو آر اس تی، کل داستان 0.8 ثانیه. آقا مریم الان میگم دیگه، اینو بهتون توضیح میدم، بعد میریم دوباره تست رو میزنیم، هلو میشه حال میکنیم دور هم دیگه، بعد خودتون اصلا میزنید تست رو، من هیچی نمیگم. بیایم این ور یه سویچ میزنیم زحمت. آرش لیلا اینو دیده بودید؟ آرش لیلا اینو دیده بودید؟ به خدا اگر دیده بودید، اگر دیده بودید، والا نیده بود، برو حال کن واسه خود. لیلا کجا رفت؟ لیلا بیچاره محو شد، ترکید. سینا هم راستی بود، سینا اصلا فکر کنم هنگ کرده این بیچاره. آقا موج پی، موج کیو آر اس و موج تی توی کنکور زمانی که شما میخواید تستای الکتروکاردیوگرام بزنید چند تا اصول یا یعنی چند تا کلید و چند تا اصل رو باید بلد باشید. ببین به جرأت بهت میگم از آب خوردن آسون تر میشه وسط تست الکتروکاردیوگرام، به شرطی که این چیزایی که بهتون میگم رو به کار ببرید. همین امروز هم با هم دیگه این وال سینا وال داره اینجا دیگه، وال نه از اون بالای نهنگ نه ها، فرق میکنه والش، تا
که حالا من قدی نهیده بودی ها الان دیدی پسندیدی لیلا. خب بیا اینجا روی موج پی طراح سوال چیا میتونه بگه؟ تمام ذهنت با من باشه، تمام ذهنت با من باشه، همه حواسا اینجا. ببینید بچه ها، من چند تا نکته مهم بهتون بگم، این نکته رو بعد با هم دیگه میریم توی تست ازش استفاده میکنم. خوب با من باش. قلب انسان، همه به من بگن قلب انسان چند تا عفره داره؟ انگشتای منو نگاه، قلب انسان چند تا عفره داره؟ همه بگن، همه 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 بدون استثنا، همه بگن. 4 تا حفره داره. چند تا دهلیز داریم؟ همه دست من نگاه کن بگو چند تا دهلیز داریم؟ باری کلا که دهلیزا بالا. چند تا بطن داریم؟ دست من نگاه، چند تا بطن؟ 2 که پایین. تا آخر عمرت بعد تو ذهنت بمونه اگر قراره از قلب کسی خونی خارج بشه، از بطنش خارج میشه. اگر قراره به قلب کسی خونی وارد بشه، به دهلیزاش وارد میشه. یه سری چیزای مفاهیم اولیه کتاب تونتون میخوام بهت بگم، چون ازش میخوام اینجا استفاده کنم، میخوام بدونی و بعد بریم استفاده کنیم. پس 2 دهلیز بالا داریم، 2 بعد پایین داریم. بطنا جایی ان که خون ازشون خارج میشه، تو بدن پخش میشه، و دهلیزا جایی که خون از بدن جمع میشه یا میاد وارد دهلیزا میشه. حالا ما 2 بطن داشتیم، بطن راست و بطن چپ. 2 دهلیز داشتیم، دهلیز راست و دهلیز چپ. بطن راست جاییه که خونو میده به شش. بطن راست جاییه که خونو میده به شش. یک کلید، هر وقت از هر بطنی خونی خارج بشه، به دهلیز مخالفش برمیگرده. حواست به من دیگه. هر وقت خونی از بطنی خارج بشه، به دهلیز مقابل یا مخالفش برمیگرده. تو بگو اگر از بطن راست خون خارج میشه، به دهلیز چی خون وارد میشه؟ برعکسشو بگو. اگر از بطن راست خون خارج میشه، به دهلیز چپ وارد میشه. باریکلا. اگر از بطن چپ خون خارج میشه، کجا وارد میشه؟ از بطن چپ زده رفته بیرون، به دهلیز همه باریکلا راست. به اولیه که میشه بطن راست، شوش، دهلیز چپ، میگیم گردش خون کوچک. از بطن راست اومده بیرون، رفته توی شوش، برگشته تو دهلیز چپ، این گردش خون کوچیکه. بعدیش از بطن چپ رفت بیرون، تو اندام چرخید، به دهلیز راست وارد شد، این میشه گردش خون بزرگ. حالا واسه من اهمیت داره خونی که خارج میشه خون روشن یا تیره. ببین طراحای سوال تعدادی افراد از من روانی ترن که میشینن تست طرح میکنن. ببین با یه چند تا کلید واژه میتونیم همه چی رو ردیف کنیم. نمیخوام ازت سوال بپرسم چون دیگه زیاد میشه چتمون اذیت میشه. ببین اینو من بگو. ببین اشتباه یاسین در اومد، اشتباه یاسین در اومد، فاطمه در اومد، دهقانی در اومد، نمیدونم محمودی در اومد. آخ همین روانی بازی طراح است. میگه خونی که از قلب خارج میشه روشن یا تیره؟ بهت میگم خیلی مراقب باش. همواره از قلب انسان همزمان هم خون روشن خارج میشه، هم خون تیره. هم خون روشن برمیگرده، هم خون تیره. اشتباه نکنی ها. بستگی به بطنش داره و بستگی به دهلیزش داره. درس امروز من اینا نیست. درس امروز من اینا نیست. اینا رو بعدم باش کار دارم. درس امروز من اون جایی که تو گفتی از همه سخت‌تره، الکتروکاردیوگرام. خواهم توی همین چند دقیقه الکتروکاردیوگرام رو یه جوری بهت بگم تو بتونی تست بزنی، تست رو منفجر کنی، نه که فقط تست بزنی، تست رو بتره کنی. تو همین چند دقیقه که حالا با هم دیگه می‌خوایم کلاس داشته باشیم. ببینید بچه‌ها، همواره اگر قرار خون از قلب بره بیرون، از بطن میره، اگر قرار خون بیاد به قلب، تو دهلیز وارد میشه. حالا چیزی که بهت میگم رو گوش کن، هیچ وقت، بذار اصلا اولین کلید رو وسط بنویسم. بیا استارتش رو زدیم، استارتش خورد، بیا اینجا. هیچ وقت کلید شماره 1، هیچگاه بطنها و دهلیزها همزمان منقبض
نیستن. امکان نداره. بطن و دهلیز امکان نداره که همزمان منقبض بشه. این اولین کلیدمون. ببین تو دیگه باید توی جلسه کنکور چی داشته باشی؟ مغزت قشنگ کار کنه ببینی که آیا توی اون صورت سوال، آیا توی اون گزینه پاسخ طراح این دوتا رو با هم دیگه منقبض در نظر گرفته یا نه. اگر گرفته بود گن زده، پس تو اینو دریاب و بگو این نادرسته. جان چقدر شد؟ اینطوری کنم کنی اوکی اومدیم. خیلی خوب بچه های لحظه رفتیم برگشت. خب پس اولین کلی طراح سوال به هر شکلی به هر نحوی گفت دهلیز رو باید با هم منقبضن یا با هم در نظر گرفته بود، بدون اون گزینه نادرسته 100%، شکی روش نداشته باش. میرم سراغ دومین نکتم. دوباره همه ذهنا با من باشه، تمام حواست به من باشه. آقا زمانی که قرار خون از قلب خارج بشه بطن منقبضه، قبول داری حرفمو یا نه؟ زمانی که قرار خون از قلب خارج بشه بطن منقبضه، بله یا نه؟ بله یا نه؟ خیلی بطن منقبضه. پس اگر خون داره از قلب میره بیرون بطن منقبضه، یقینا دیگه دهلیز منقبض نیست دیگه. حالا یه سوال، مگه دهلیز بالا نیست بطن پایینه؟ مگه دهلیز بالا نیست بد پایینه؟ زمانی که بد منقبض میشه نباید خون از بد برگرده تو دهلیزا. زمانی که بد منقبض میشه نباید خون برگرده تو دهلیزا. بله هنگام انقباض بد خون بد از پایین نباید برگرده تو دهلیز. میگه آقا پس چی میشه که اینطوری میشه خون بر نمیگرده؟ همه تون میدونید، 100% همه تون میدونید، دریچه‌های دو لختی سه لختی بسته میشن. قبوله یا نه حرف من؟ خودتون میدونید دیگه اینو. یه نکته بسیار بسیار مهم، یه نکته بسیار 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 مهم توی تست. ببین من کاری ندارم تو چی یاد گرفتی تو مدرسه، الان اینجا کلاس منه، باید با قوانین من تست بزنی تا بتونی بهترین تست رو بزنی. باید با قوانین من تست بزنی چون میخوام بهتره کنی، نمیخوام فقط تست بزنی. قانون من به من چی میگه و به تو چی میگه؟ قانون به ما میگه که هیچ وقت سر جلسه کنکور وضعیت دریچه‌ها رو با دهلیز نمیسنجم، تست رو با دهلیز نمیزنم، تست رو با بد میزنم، چون آب خوردن میشه واسم، خاک بازی میشه، سوال خاک بازی میشه، قشنگ تیله بازی میشه. اگر وضعیت دریچه‌ها رو با دهلیز بزنی گن زدی، بهت قول میدم اینو. ولی اگر با بد بزنی تیله بازی میشه. حالا پس من توی شماره دو میخوام برای چند تا نکته بنویسم، میخوام ازش استفاده کنم. کلید شماره دو، کلید شماره دو، اگر بطن منقبض باشه، من اینجا نگاه کنم مثلا چی میسم؟ بطن منقبض، طراح سوال بطن منقبض رو چی میتونه تو کنکور در نظر بگیره؟ الان کلیداشو بهت میگم. شماره سه، طراح سوال بطن آرام تو کنکور در نظر بگیره، من چی کار باید کنم؟ الان کلیداشو بهت میگم، راحتت میکنم. بیا اینجا، قراره بود که با هم دیگه با کلید بریم جلو دیگه، این کلیدامونه. آقا بطن منقبض، بطن منقبض دوست دارم شما بگید، خواهم یه ذره با هم دیگه قشنگ شروع کنین و بررسیش کنیم. اصلا بذار بیام اینجا قشنگ تر دیده بشیم، با هم دیگه بریم جلو. به من قشنگ گوش کن. وقتی که بطن منقبضه خون نباید بره تو دهلیز دیگه، مگه نه؟ من با دهلیز کاری ندارم چه ریختیه ها، چون اهمیتی واسم نداره، چون قرارمون شد که هیچ اهمیتی نداشته باشه، قرار شد با قاعده من بریم جلو تست بزنیم. وقتی که بطن منقبضه خون نباید از بطن وارد دهلیز بشه. نتیجه دریچه دو لختی و سه لختی باید باز باشن یا بسته باشن؟ بچه ها همه بگن، دوست دارم همه بگن، همه درستم بگن. بگو برو باریکلا بسته باشن که خون از بد وارد دهلیز نشه. الان کلیدامون داره دونه دونه در میاد. نکته بعدی، کلید بعدی، من یه سری دریچه دارم به نام دریچه های سینی. دریچه های سینی کجا هن؟ سر سرخ رگان.
وقتی که بت منقبض میشه خون باید وارد سرخ رگا بشه. وقتی که بت منقبض میشه خون باید وارد سرخ رگا بشه. ملیکا دانشورم اومد. چطوری ملیکا؟ خون باید وارد سرخ رگ بشه. اینو به من بگید. اگر قرار خون وارد سرخ رگ بشه، سرخ رگا باید درشون بسته باشه یا باز باشه؟ تو وقتی میخوای بری وارد یه خونه بشی، در خونه باید بسته باشه یا باز باشه؟ بگو ببینم. قربونت باشم. آفرین، آفرین. ملیکا با تو بودم اونطوری گفتم. لای بقیه باز شد. خیلی. حالا پس بیا اینجا بریم دوباره رو اون تخته. اینجا رو داشته باش. من میگم بطن اگر منقبضه، بطن منقبض دو لختی و سه لختی بسته، سینی ها باز، بطن آرام برعکسش میشه دیگه. بطن آرام دو لختی و سه لختی باز، سینی ها چی؟ بسته. به جان خودم الان با همین 4-5 شکلی که کامل میشه کل الکتروکاردیوگرامو یاد میگیری. میگی نه نگاه کن، تست سخته رو با هم دیگه میزنیم، همون تست شماره یک رو دوباره با هم دیگه میزنیم. تا اون تست رو نزدیم من اینجا نمیریم، آرام نمیگه گیریم. کلید شماره 4، کلید شماره 4، بطن و دهلیز میتوانند همزمان آرام باشند. و آخرین کلید، کلید شماره 5، میگیم که هرگاه هر حفره ای آرام است خون میگیرد، به دردمون میخوره، به دردمون میخوره. داشته باش، کارش دارم. بیا اینجا 5 تا کلید من بهت دادم، الان میخوام برم رو الکتروکاردیوگرام. 5 تا کلید بهت دادم، میخوام برم الکتروکاردیوگرام باید کاملش کنم. این 5 تا کلید داشته باش. به جان خودم با همین 5 تا هر تستی تو کنکور بیاد میزنی. یه تعدادی نکته ریز هست که تو تستا در میاد. یادت بهت گفتم ما یه سری نکته داریم موقع درس بهت میگم، یه سری نکته داریم تو تست بهت میگم. این نکته های لحظه درسی است. حالا بعد که وارد تست شدیم نکته های لحظه تستیارم بهت میگم که بیشتر آشنا میشی منظور از لحظه تست چیه. اینجا رو داشته باش. الکتروکاردیوگرام الان منفجر میشه، تموم میشه، آتیشش میزنیم میذاریمش کنار. نگاه کن اینجا رو. من میرم رو موج پی. موج پی این نقطه. آقا روی نقطه کتاب تست رو بهتون میگم، مهدیه، بهتون میگم کتاب تست اینا رو بهتون میگم. استاد خون وقتی بعدم برمیگره به قبل وارد دهلیز میشه دیگه، مهسا وارد دهلیز میشه. اونا برای درس جلسه بعدمون رو براتون توضیح میدم کامل. فعلا میخوام الکتروکاردیوگرام با هم دیگه بریم جلو. من یه دقیقه بچه‌ها صدامو ببندم، معذرت میخوام یک لحظه. خب استاد کلید شماره 5، هر حفره‌ای که آرومه داره خون میگیره. حالا داشته باش. ببین من روی نقطه پی واسط یه نقطه مینویسم. به والله با همون یه دونه نقطه خودت تمام الکتروکاردیوگرام میگی تا ته میره. من دهنمو میبندم هرچی تو میگی مینویسم، همش درست در میاد. نگاه کن با اون، البته به شرطی که اون 5 تا کلیدمو یاد گرفته باشی یا به شرطی که اون 5 تا کلیدمو اینجا به کار ببری، توی ذهنت مونده باشه که اگرم نمونده من یه دقیقه واسط میارم دوباره نگاش کن. با همون 5 تا کلید الکتروکاردیوگرامم تمام. من روی پی می نویسم چی؟ می نویسم دهلیزها
اومد بچه ها. خیلی خوب. اینو داشتم بهتون میگفتم. گفتم تنها نکته که من بهت میگم همین یه دونه است. دهلیز ها منقبض میشوند. باقیش دیگه میشه کار تو و کلیدایی که بهت دادم. نگاه کن اینجا رو. اینجا رو نگاه کن. کلیدای منه نگاه. کلید شماره 1. هیچگاه بطن و دهلیز همزمان منقبض نیستن. مگه نه؟ هیچ وقت بطن و دهلیز همزمان منقبض نیستن. حالا بیا اینجا. ببین چی شد. مگه من الان اینجا ننوشتم رو پی دهلیزا منقبض میشن؟ تو به من بگو آیا بط میتونه اونجا منقبض باشه یا نه؟ الان رو پی بط میتونه منقبض باشه یا نه؟ تموم شد. همه دوست دارم بگن، همه دوست دارم بگن آقا انقدر بدم میاد من تکی حرف بزنم، انقدر بدم میاد تکی حرف بزنم، همه دوست دارم اینجا رو بهتر کنم برن جلو. پس اگر دهلیزا منقبض میشن، فرانی به من یه کلید داده بود، گفته بود دهلیزا بعد نمیتونن همزمان منقبض باشن، پس بعدها آرام هستند. ادبیات زیست شناسی، ادبیات زیست شناسی، جمله با اون فعلی که من نوشتم باید تموم بشه. نوشتم بعدها آرام هستند. سر جلسه کنکور میشینی؟ یارو در میاد بهت میگه بعدها آرام میشوند. درسته یا غلطه؟ آرش درسته یا غلطه؟ اگر بگه بعدها آرام میشوند درسته یا غلطه بچه ها؟ همون فعلی که امید فرهایی نوشته همون بعد تو کنکور باشه. کلیدای منه دیگه اینا. با اینا داریم میریم جلو. اگر بهت گفت دهلیزها منقبض هستن درسته یا غلطه؟ همه بگن. همه بگن. دهلیزها منقبض هستن درسته یا غلط؟ تموم شد. باری کلا به تو. همینی که من اینجا نوشتم فقط همین بعد توی گزینه تستت باشه. باری کلا. آقا بریم سراغ کلید بعدیمون ازش استفاده کنیم. من هیچی نمیگم، دوست دارم تو بگی. آرش خودنمایی نکن. یه سال شاگردم بودی، الان دیگه فخ نفروش به بقیه. انقدر منت سر ملت نذار که آقا من بلدم این حرفا. بذار بقیه هم بگن. بذار بقیه هم بگن. آقا یه چی بهت بگم. مگه من اونجا ننوشتم بط آرومه؟ مگه من ننوشتم بط آرومه؟ مگه نه؟ پس اینه دیگه. از کلید شماره 3 باید برم جلو دیگه. مگه نه؟ والا این فخر فروشه، این آرش دست که نداره با اون دستش فخر بفروشه به مردم. چهار تا نکته تو کل زندگیش بعد اون چهار تا نکته مدیون منه. فقط با اونا میتونه فخر بفروشه و تمام. LCD اونجا سوخته؟ پا اون چیه؟ موسه؟ چون LCD میسوزم یه همچین حالتی میشه. خب بطن آروم مگه نیست؟ بطن مگه آروم نیست؟ بیا اینجا. بطن آرام دولختی و سلختی باز سینیا بستن. مگه نه؟ بطن آرام دولختی سلختی باز سینیا بسته. بیا اینجا ببینیم چه خبره. الان بطن آرومه. من هیچی نمیگم، تو بگی. اینجا رو داشته باش. واسط می نویسم. دولختی و سلختی. تو بگو من بنویسم. بازی بسته. باری کلا. اونایی که میگن باز و اونایی که میگن بسته منطقی دارن دیگه. اونایی که میگن باز، مگه بط آروم نیست؟ نگاه اینجا رو. اونایی که میگن بسته، مزرعه، اونایی که میگن بسته، مگه بط آروم نیست؟ تو رو خدا نگاه کن، دولختی و سلختی باز، چرا میگی بسته؟ بطن آرام دولختی و سلختی باز. پس طراح سوال کنکور رو موج پی هر چی رو به من بگه من میگم دولختی و سلختی باز. ولی اگه طراح روانی بود چی؟ یا اول فاز اونو چی کار کنم سر جلسه؟ اگر فعل گذاشته بود پشتش چی کار کنم؟ اومدمون گفته مثلا باز میشوند یا باز هستند، حالا چی کار کنیم؟ طراح روانیه دیگه. الان چه خاکی به سر اون بریزیم؟ میگم آقا فعل، فعل بطن به دریچه ها به ارث میرسه. اگر من اینجا واسه بطن نوشتم هستند، پس اینجا هم دولختی و سلختی باز هستند. اوکی؟ اگر واسه نوشتم مثلا سینی ها باز،
سینیا بسته معذرت خواهم سینیا بسته سینیا بسته میشه چی؟ هستند، چون فعل به ارث میرسه، فعل بطن به ارث میرسه. آقا جان من بدونه که من حرفی بزنم هیچی نمیخوام بگم، فقط یک جمله عبارت میخوام بنویسم، تهشو میخوام شما بگید، من هیچی نگم دیگه، گلوم درد گرفت. آه تو بگو. اینجا میخوام وسط بنویسم که خونگیری، شما بگید کی داره خونگیری میکنه، من دیگه هیچی نگم. هر کی اشتباه بگه چیه؟ بگم باری کلا با آفن. ببین نگاه کن، ببین یاد گرفتی، تموم شد. ترا دیگه چی کار میخواد کنه؟ ترا دیگه چی کار میخواد کنه که الان ما الان انجام ندادیم؟ الان برگرم رون تسته، دوتا گذره خود رد که این رفته. خونگیری بطناس، احسن، چون بطنا آرومن. تموم شد. تا اینجا یه کار، بله بله اینا همه هست، اینا همه هست، جزوهم داره طراحی میشه، یه چیز خوشگل. اصلا امسال کلا همه چی فرق میکنه، چون خدا رو شکر آرش تو کلاسمون نیست، امسال همه چی متفاوته. آرش اگر بود اصلا با تنفر من درس میدم، خودش میدونه که چقدر بدم میاد ازش. حالا مگه نه آرش، خود در جریان هستی دیگه، نه میدونی که چقدر ازت بدم میاد یا نه؟ گفتم تو قلب من جا داری، منظورم تو دهلیز راستم بود که توش پر خونه تیره است، بدترین جایی که توش خونه، تو کبدم جا داری، تو اونجایی که داره سمزدایی میشه. بریم آقا، نه این پایینتر، نه دیگه پایینتر دیگه خودش نباید بریم، من قلب کبد رسیم دیگه، بقیهش دیگه تو روده موده و این حرفا دیگه، بعدش هم که دیگه خیلی زشت میشه، ولش. آقا خونگیری ها که شد بد، رفیق یه چیزی رو گوش کن، اینجا رو داشته باش. طراح اگر روانی باشد، ما یه بحث داریم که اگر طراح مغزش سالم باشه، یه زمان داریم طراح مغزش شبیه من باشه، روانی باشه یارو، اون وقت میخوایم چیکار کنیم؟ ببینج واسه اونجا هم وسط کارشو انجام دادم، نگران نباش. بیاریم هم دیگه ببینیم. اومدیم رفتیم سر جلسه کنکور، طراح با لبخند باز مثلا گفت در پی کیو، این لعنت به تو چیه این آخه؟ مثلا طراح در اومد گفت در کیو آر، از اون بدتر، از اون یعنی کثافت‌تر این سبک تسته، مثلا بهت بگه پی کیو آر، وای نگم وسط که چی میشه. گوش کن، نمی‌بینه؟ بیا از اول، از اول داشته باشی. سایزش رو وسط بزرگ کنم که بهتر ببینیم. طراح سوال در بیاد بهت بگه پی کیو، در بیاد بهت بگه کیو آر، بدترین حالت ممکن بهت بگه پی کیو آر. به من گوش کن، آدم سر جلسه کنکور یه ذره استرس داره، یه ذره که چرس کنم خیلی. ناخودآگاه تو زمانی که این سه تا حرف رو کنار هم میبینی، ناخودآگاه یاد کیو آر اس میفتی. مثلا در مورد گفته در الکتروکاردیوگرام زمانی که پی کیو آر رسم میشود، سه حرف دیگه، من میدونم که دارم بهت میگم، اون استرسی که به تو قالبه، ناخودآگاه یاد کیو آر اس میندازتت. بعد گزینه ای هم که توی جوابا هست 100% در رابطه با کیارس یه چیزی توش نوشته، خیلی هم عیان و واضح نوشته، اونجاست که شما میرید اون گزینه رو میزنید، ولی خب عملا تو دام طراح سوال افتادید. من میام الان واسه تو یه سری چیزها رو توضیح میدم، به من توجه کن. اگر طراح سوال توی تست به تو گفت پی کیو یا گفت کیو آر یا مثلا گفت کیو آر اس، اون وقت باید چیکار کنی؟ نگاه کن دست منو، مگه پی کیو اینجای داستان ما نیست؟ مگه کیو آر اینجای داستان ما نیست؟ خب پی کیو آر همیشه مجموعه این دوتا داستان، قبوله؟ پی کیو، کیو آر، پی کیو آر، همین.
الان من سر جلسه کنکور چی کار باید بکنم؟ میگم تنها کاری که انجام میدی باید این باشه که من چی بهت گفتم. منو نگاه، یه مستطیل من اینجا میکشم، اسم این مستطیل رو میذارم مستطیل PQR، مستطیل PQR. یعنی اگر طراح سوال PQ رو گفت، اگر QR رو گفت، اگر PQR رو گفت، اینی که اینجا وسط می نویسم و باید تو تست در نظر بگیری. احتمال این که توی کنکور شما از اینجا تست مطرح بشه بیشتر از این که اینجا تست مطرح بشه، و احتمالی که از اینجا تست مطرح بشه بیشتر از هر جای دیگه توی این الکتروکاردیوگرامه. به من توجه کن، من میخوام یه چیز بهت بگم. دست منو نگاه کن، دست منو ببین. الان من بخوام در رابطه با این اقدامی که داره صورت میگیره میگم دست من داره مشت میشه، دست من مشت میشود، مگه نه؟ دست من بسته میشود، مگه نه؟ حالا یک ثانیه بعدش رو در نظر بگیرم، نگاه کن، دست من بسته میشود. خب یه ثانیه گذشت، الان بخوام بگم باید بگم دست من بسته، شما فعلشو بگید. دست من بسته، باریکلا، است. احسن به شماها. حالا من اینجا بهت گفتم دهلیز ها منقبض میشوند، مگه نه؟ یعنی دست من رو ببین، دهلیز در نظر بگید، دهلیز ها منقبض میشوند. اما اینجای کار دست من دهلیز است. اگر طراح سوال بگه دهلیز ها منقبض میشوند تو این نقطه، درسته به نظر شماها؟ بین پی تا کیو، کیو تا آر، درست میشه به نظرتون؟ جمله‌مو گوش کن، یه بار دیگه گوش کن، کسایی که متوجه نشدن، طراح از اینجا سوال بپرسه، دست من تو اون لحظه دهلیز است. نگاه، اینجا گفتم دهلیز منقبض میشود، خب اوکی، حالا اینجا اینه دیگه. اگر توی این نقطه تست بیاد بگه دهلیز منقبض میشود، درسته یا غلطه؟ باریکلا، آفرین به شما، غلطه. چرا؟ چون دیگه دهلیزا منقبض شدن و منقبض هستند. ادبیات زیست شناسی که بهت میگم اینها، یارو میگه زیست حفظیه، 77 جای همه کس و کارش خندیده که میگه حفظیه. الان تو داری میبینی که اینجا چیزی به نام حفظی وجود نداره. درکش باید کنی این مسئله رو. یه فعل جا به جا میشه، گم میزنه تو تست ما. پس اینجا رو نگاه کن، من وسط مینویسم که دهلیزها منقبض هستند، دهلیزها منقبض هستند. حالا بطنه که آروم بود، آرومم میمونه، پس می‌نویسم بطنها هم آرام هستند. اینا رو نمیخواد بنویسید، من جزوهشو دارم بهتون میدم. الان زد در هم بر همه، یه جوریه، جزوهشو بهتون میدم. دو لختی و سه لختی، باز شما بگید من بنویسم. دو لختی و سه لختی، باز بگو میشن، هستن، بودن، خواهند شد، چه فعلی بذارم؟ چرا؟ کانال اینا رو هم الان همه رو بهتون میگم چی به چیه. باریکلا، باز هستند، آفرین. فعل بطن به دریچه ها به ارث میرسه، فعل بطن به دریچه ها به ارث میرسه. سینی ها بسته هستند. کی خون میگیره؟ خونگیری بطن. ردیفه؟ کسی سوال نداره؟ کسی سوال نداره؟ الان تیکه که دوم، سوم، چهارم و پنجم کار ما خیلی سریع پیش میره، چون دیگه شما یاد گرفتید بعد چی کار کنید. خود شما از این لحظه بعد دیگه میتونید تست تر کنید، حتی ما بقیش خیلی سریع تر پیش میره. یه دونه هم تست با هم دیگه میزنیم، اما بعد چون کلاس یه ذره دیر شروع شد، این برم یه ذره دیر تمامش میکنم، اوکی؟ یه مقدار کلاس ما هم بعد دیر شروع شد، یه 10 دقیقه، چون من کارم بعد انجام بدم، از کار نصف نیمه بدم میاد. کاری که میخواستم بکنم بود که این الکتروکاردیوگرام باید بهتون بگم تموم بشه، که خب آقا اگر یه اگر بذاره اول سوال همه فعلا تغییر میکنه. خب ببین، اون دیگه میشه نکته های تو تستامون. اون اگرم که میگی اگر نیستا، مثلا میگه میتواند، اون اگر نیست. تو میخوای چه شرطیش کنی دیگه، تو میخوای شرطیش کنی، درست؟ شرطی بخواد بشه اوکی، حرفتو قبول دارم، حالا داستان داریم، اون دیگه میشه نکته های تستا. سلام آیدا، چرا انقدر دیر اومدی آیدا؟ آیدا ما داریم میریم، تو تازه اومدی؟ دهلیزا منقبض
هستند. باریکلا. اون تلگرام هم امیدفرانی.com، امیدفرانی.ir. بعد یه دونه دیگه چیزم دارم دیگه. آها آیدا تو واسه کلاس بعدی مونی. اوکی، امیدفرانی.com رو گذاشت، امیدفرانی.ir رو گذاشت، تلگرام، اینستاگرام هم که همون امیدفرانی.com دیگه. امید فرانی.com، امیدفرانی.com، امیدفرانی.com هم که میشه. سایتم فعلا دات آیرش هم دارید دیگه، فعلا دات آیرش اون کامه در حال به روز رسانیه. بعد آره کلاس هست دیگه، کلاس بعدیم هست. خیلی چی میگه استاد؟ یعنی هر نقطه روی خط الکتروکاردیوم از پی تا آر تو سوال بیاد بعد من نصف نیمه دارم میبینم. آرش مرسی که اونا رو نوشتی. آرش آره نه آرش خدای دوست داشتنی. بچه ها حتماً 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 تلگرام همین الان و اینستاگرام همین الان برید وارد بشید همین الان، چون کار دارم باشا. البته من خیلی از طریق تلگرام و اینستاگرام کار دارم تو کلاسام خیلی زیاد. خب بیا اینجا سوال تو من نصف نیمه دیدم. آها استاد یعنی هر نقطه روی خط الکتروکاردیوگرام از پی تا کیو تو سوال بیاد بعد منقبض است؟ بله 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 بله. بعد نه، بعد نه، دهلیز، دهلیز منقبضه، بعد آرومه، بعد آرومه. آره دیگه دهلیزا منقبض بعد آروم. خب میریم ما بقیه داستان. کار باحالمون اینجاست. به من گوش کن، من میام روی اینجا یه زبدر میذارم. جای زبدرم مهمه، جای زبدرم مهمه، بین آر و اس، بین آر و اس. ببین به خدا یه کلمه شو میگم بقیه شو تو میگی میره. بیا اینجا بین آر و اس. بله مهدی تا آر اس نه مهدی میگیم تا آخرش نه همین ریختی بینیم جلی. من میام توی آر و اس. بیا اینجا شماها به من بگید، من فقط یکیشو می نویسم. می نویسم بطنها منقبض می شوند، بطنها منقبض می شوند. حالا حالا بریم سراغ کلیدام. کلیدا رو داشته باش. بعد منقبض بشه دولختی و سلختی با بسته سینیا باز، مگه نه؟ دولختی و سلختی بسته سینیا باز، درسته یا نه؟ بیا اینجا. مگه الان من نگفتم بعد منقبض میشه؟ هیچی نمیگم، شما بگید. بیا دولختی و سلختی شما بگید باز یا بسته. باریکلا. ببین نگاه کن، اونی که گفتی باز میشه، منو نگاه کن، اینجا که نوشتم بازه دیگه، پس یه خاک دیگه ای به سرش میشه. اگر باز بوده خب بسته میشه دیگه، مگه نه؟ پس دولختی و سلختی بسته، فعلش واسه هم مهمه. طراح سوال میگه بسته میشود، میگه بسته است. کدوم درسته؟ بسته میشود. باریکلا فعلش به ارث رسید، آفرین. بسته می شوند. حالا وایستا، حالا وایستا، حالا وایستا. دست منو نگاه کن، دست منو ببین، میخوام گوش کنی. خورد به هم صدا داد یا نداد؟ خورد به هم صدا داد یا نداد؟ علیکم السلام. صدا نداد؟ شما گوشات مشکل داره دوست عزیز، مشکل از گوشای شماست. بالیشات بازی نکن من ها. هیچی اوکیه؟ نمیذاره، محسن نمیذاره، محسن نمیذاره. حالا مریم اون ساعت بعدی کلاستونه، مگه الان تو همین کلاس میان بچه ساعت بعدمون؟ یکیه؟ آه، کاشکی نبود. خب آقا صدا داد دیگه اینا. الان اگر دولختی و سلختی بسته میشن صدا میده،
صدای اول قلبه. صدای اول قلب که یه صدای پوم گونگ. آرش طولانی یا کوتاه؟ طولانی یا کوتاه؟ ببین الان اختلاف نظرها زیاده، طولانی یا کوتاه؟ گنگ و طولانی، درسته؟ حالا دهلیزا شما بگید، دهلیزا آروم میشن یا نه؟ اگه بت منقبض میشه، یکی از کلیدام چی بود؟ گفتم دهلیز و بت با هم نمیتونن منقبض بشن، پس دهلیزها آرام میشوند. سینی ها باز میشوند. صدا هم که از توش در نمیاد. میخوام یه ذره سرعت رو برم بالا تا بتونم اون تستر رو وسط بزنم. ما بقیش دیگه خودت گرفتی قضیه چیه. اولا که بهت بگم این ماجرا فقط تو این نقطه بود. حواست به منه؟ این ماجرا تو این نقطه بود. اومدیم تست اینطوری مطرح شد، گفت در استی، یعنی صورت سوال اومد منو اذیتم کرد، اینجا رو در نظر گرفت، حالا چی کار کنم؟ اگه اینطوری شد چی کارش کنم؟ میگم فقط فعلا رو تغییر بده، فقط فعلا رو تغییر بده. اینجا رو ببین، من برات می‌نویسم چی؟ می‌نویسم بعدا. این 0.3 ثانیه است بچه ها. این مرحله 0.3 ثانیه است. اینجا 0.1 ثانیه بود. تو این 0.3 ثانیه خیلی دیگه آسون میشه. بطنها منقبض هستند، دهلیزها آرام هستند، دو و سلختی با بسته هستند، سینی ها باز هستند. کی داره خون میگیره؟ دهلیز. چرا؟ چون آرومه. دهلیز آرومه، در حال خونگیری هم هست، به همین سادگی. دیدی چی شد؟ من فقط فعلا رو تغییر دادم. حالا میرم روتی. بیا روتی یه رنگ دیگه وسط بذارم، تی رو بهت بگم. مثلا فیروزه‌ای. آرش چون تو فیروزه‌ای دوست داری عزیزم؟ آره خوشگل والا. فیروزه‌ای دوست داری؟ جان الهی بمیرم برات. آرش خدا وکیلی نیا اینجورده ها. جان الهی بمیرم برات. اونطوری میگه هر چی تو دوست داری منم دوست دارم. من لپای تو رو دوست دارم آرش. فعل دهلیز فقط داخل پی. بله حالا ادامهش هم ببینیم با هم دیگه میبینیم. یه جا دیگه هم با هم فرق. ببین اینجا رو الان توی تی، توی تی اینجا توی ناحیه تی من میگم بطنها آرام میشوند، بطنها آرام میشوند، دهلیزا هم که آرام بودند. اینجایی که گفتی فقط اون فرق میکنه، اینجا نگاه کن. 100% یاسین 100%. بعدها اینجا گفتم آرام میشوند، دهلیزها آرام هستند. بعدها آرام میشن، دهلیزها آرام هستند. چرا؟ چون اینجا دهلیز آروم شده بود و میمونه. کلید شماره 4 منو نگاه کن. گفتم بطن و دهلیز میتونن همزمان آروم باشن. بیا اینجا الان داریم میبینیم بطن و دهلیز میتونن همزمان با همدیگه آروم باشن. اگر بطن آروم میشن، بطن آروم میشن، بیا اینجا اینها، بطن آرام دو لختی و سه لختی با سینیا بسته میشن، مگه نه بچه ها؟ آفرین یاسین. همزمان نمیتونن منقبض باشن. کلید شماره 1مون همزمان نمیتونن منقبض باشن. بیا اینجا رو ببین، اینجا نگاه کن. اگر بطن آروم میشن دو لختی و سه لختی باز میشن، سینیا بسته میشن، درسته؟ پس اینجا وسط میبینم بطن آروم میشن، دو لختی و سه لختی باز میشن،
سینی ها بسته میشن. صدای دوم از بسته شدن سینی ها در میاد. صدای دوم که میشه تاک، کوتاه، ضعیف. مگه نه؟ سلام سلام سلام. چیز نوشتم ضعیف؟ ببخشید. واضح. شش ناشش. واضح. بچه ها حواستان شنو اجتماع اولشم ضعیف ها. واضح منظورم. الان هم دهلیز خون میگیره هم بد. چون جفتشون آرومن. الان هم بد خون میگیره هم دهلیز. خونگیری بطن و دهلیز. حالا یه چیزی حالا میدونین چیه موسه؟ من میخوام اینو ادامه بدم چون تو انوتیتور نمیتونی ادامه بدم. چیکار کنیم؟ ادامه همین میخوام باشه. نه آخه نگاه کنید، من خط بکشم بعد اینا رو زیر این چیز رو زبه نیزم. فکر نمی کنم. نه دیدین دیدین انوتیتور پیچید. نه آیدا ساعت 3 دیگه کلاس بچه های خودمونه. صدا ملی هست؟ یعنی هم نمیتونم فوش بدن؟ عموجم خب لا مصب تازه من ریز نوشتم. اگه تو وان نوت بود خوشگل بزرگ خوشگل مرتب. مهدی میگه خودتونیم بفهمید. خب دیگه ولی وان نوت داره. وان نوت پی دی اف تو رو میندازه توی سری صفحات دیگه. بله دقیقا. یه کاری میتونیم بکنیم. بیا 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 یه چیزی یادم افتاد. ببینیم اینطوری میکنیم. یه چیزی داشت وایسا. از رایت یه همچین کاری میکنم. بازم به گستاد فرانی اله بله. آره دیدی بازم خودم به دادت رسیدم. اگر نداشت به نجم رسید که کی با این کار میکنه؟ به اینو معرفی کردن خوبه. خوبه ولیش اساسی که این کار نبوده معرفی کردن خوبه. شیش تایی هم دست در نکنه. خب تصویرم هم بده که این بچه ها ببینن همون حال کنن. بچه ها ببینن هم منو حال کنن. هستن؟ خب بچه ها اینم بگم و تمام. بازم اگر طراح روانی بود میتونه بیاد چیکار کنه؟ پیه بعدی اینجا نشون میده هنوز آدم زنده است. هنوز اونقدی محبوب نشده. این اگه خط صاف میشد محبوب میشد دیگه. مرده همیشه محبوبن. این هنوز زنده است. کسی آدم حسابش نمی کنه. یعنی الان تی زد پیه بعدی رم زد. حالا داستان از این قراره که اگر طراح از تی تا پی بعدی رو در نظر گرفت چی کار میکنیم؟ این یه تیکه رو دوست دارم شما به من بگید چی کار میکنیم برای جلسه بعدتون. خوبه؟ بالتر نیست؟ 4 ثانیه. آره 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 اشتو که 100%. یا دوست دارید الان خودم بهتون بگم؟ دوست دارید الان بهتون بگم یا اینکه دوست دارید واسه جلسه بعد؟ محمد امین نگران نباش. هفته بعد که هستن. خب بچه‌های نه بچه‌ها این کلاس یه دونه کلاس دیگه است. الان شما دوباره یه کلاس دیگه. الان قیمت تو ماستر ریخته دقیقاً. خب بچه‌هایی که امروز جلسه اولشون بود گوش کنن. بچه‌هایی که امروز جلسه اولشون بود من می‌خواستم 5 دقیقه بیشتر نگهشون دارم. بچه های خودمون الان کلاسشون شروع شده. آخه بحثی نه آقا اشکال نداره. الان بچه هایی که جلسه اولشون
من دوست داشتم که این تسترم با هم دیگه بزنیم، ولی چون اونور یه کوچولو دیرتر شروع شد ایبی نداره. خب این تست رو واسهتون جلسه آینده هم میزنم، هیچ مشکلی نداره. خب این تست رو الان با همین روشی که بهتون آموزش دادم خیلی سریع میتونیم بزنیم. حالا همین الان بچه‌ای که الان سر کلاسن، هفته قبلا به این بچه‌ها نگفته بودم، بچه‌ها خدایش آسون نشده بود با همون نکته‌ها، تست راحت نمیتونستیم بزنیم. الان بچه‌های دیگه الان هستن دیگه سر کلاس. محمدم این زهر مار. خیلی خوب. نوش محمدم که اینو نشون نه. خیلی خوب. حالا برای جلسه براتون دیگه اونو اوکیش می‌کنیم. بچه‌ای که امروز جلسه اولشون بود، خوب توجه کنن. این کلاس، یعنی کلاس ساعت بعدی که برگزار میشه، تازه جلسه یک بچه های ثبت نام شده است. یعنی ساعت سه به بعد جلسه یک بچه های ثبت نام شده است. خب توی این جلسه یک من چیزایی که درس دادم شما توی آفلاین میتونید ببینید. اولا دو بومن، سه بومن، هزار بومن. آقا اصلا منو سویچ کنی برای که اینطوری شد. ببین تحت هر شرایطی، تحت هر شرایطی شده، به قول گفتنی برو نمیدونم فرش زیر پا، هر چی شد شد، بفروش یه کلاس زیست برو. نمیگم کلاس منو بیا، یه کلاس زیست برو. به خاطر اینکه به خدا قسم تکی تو خونه بشینی زیست بخونی هیچ فایده ای واسط نداره، هیچ فایده ای. نمیگم کلاس منو بیا، دوستانه بدونیم اصلا یه کلاس زیست برو. درس زیست تنها خانی امکان ندارد و فایده ندارد. اوکی میخوای 10% 20% تو کنکور بزنی یه بحثه، اون متفاوته، اونو دیگه خودت میدونی. ولی اگر میخوای زیست تو کنکور قشنگ بری و بتره کنی و نتیجه بگیری، حتما یه کلاس زیست ثبت نام کن. و پیشنهاد خودم، چرا من میگم کلاس خودم، به خاطر همون حرفی که اول کار برات زدم، گفتم علاوه بر اون جلساتی که تو همه آموزشگاه هست، الان به بچهای خودم هم نگفته بودم، می‌خواستم سورپرایزشون کنم، الان بهشون بگم که دیگه حالا اینا هم اومدن یه سریشون دارن میشنون دیگه، اون تعداد جلسه تست اضافه اون کنکورتون رو کنفیکون عین رو به اون رو میکنه، کنفیکون رو به خوبا نه رو به بد، درست؟ حتما حتما بیاید، هستیم در کنارتون. جلسه یک اصلی من ساعت سه شروع شده، ولی چون شما ثبت نام نکردید نمیتونید توی اون کلاس حاضر باشید، حتما باید ثبت نام بشید و آفلاین اون جلسه یک رو نگاه میکنید. تحت هر شرایطی هم سر کلاس میاید، ببین دارم تاکید میکنم، به یه شرط نمیای سر کلاس، به این شرط که دوست نداشته باشی زیستت خوب بشه. اگه دوست نداری زیستت خوب بشه، نه برو کلاس، این هم آدم دیگه هست، برو ثبت نام کن سر کلاس، مهم نیست فران. نه اگه دوست داری زیستت خوب باشه، همین کلاس بهترین کلاس میتونه واسه شما باشه. آقا بچهای جلسه اولی رو به خدای بزرگ و مهربون میسپریمشون. بچهایی که سورو اوکی، بچهایی که ثبت نام شدن از جلسه گذشته بودن سر کلاس، سلام میدیم ساعت 3:30 ولی میبینمتون. خداحافظتون، خداحافظتون، مرسی، سلام.